نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز سه‌شنبه 13 ربیع الاول سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با چگونگی شفاعت معصومین علیهم السلام فرمودند: در آیه 28 سوره انبیا آمده هرچه آنان از ازل کرده و تا ابد می کنند همه را خدا می داند و هرگز از احدی جز آن کسی که خدا از او راضی است شفاعت نکنند و آنها دائم از خوف و قهر خدا هراسانند. اگرچه معصومین علیهم السلام دارای مقام شفاعت هستند، اما قطعا برای شفاعت ملاک هایی را که خدای متعال برای شفاعت در نظر گرفته مد نظر قرار می دهند. معظم الله در ادامه فرمودند: این که خدای عزوجل از شفاعت چه کسانی راضی و از شفاعت چه کسانی رضایت ندارد، حتما در شفاعت معصومین علیهم السلام لحاظ می شود. لذا اگر کسی مورد شفاعت واقع شد، بدان معناست که خدا راضی به شفاعت او بوده، و اگر مورد شفاعت واقع نشد، یعنی خدا به شفاعت او رضایت نداشته است. ایشان همچنین تاکید فرمودند ملاک شفاعت انسان اعمال او می باشد که برخی از افراد استحقاق شفاعت دارند و برخی از افراد استحقاق شفاعت ندارند. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. ولایت که دارن، فقط حضرت فرمودن نما شفاعت نمی کنی. خب مخیلی وعده یا وعیده ها؟ وعیده و کرمه اگر شخص به وعید عمل نکنه. چرا؟ میدونم یه وعیده یا وعده، وعیده دیگه. یعنی اگر شفاعت کردن کار بدیه یا کار خوبه؟ آه. بله. آه. میدونم. اصلا ببینید این که گفتن وعد و وعید همینه دیگه، اما اخبار از واقع، اما به واقع عمل نمی کنه در وعید. به وعد عمل نکنه در واقع قبیحه، اما به وعید عمل نکنه حسنه، قبیح نی. بله، انسان نباید اعتماد کنه بر اینکه این چون وعیده پس شاید بهش عمل نشه. نه، شاید هم عمل بشه. دفع ضرر محتمل لازمه. نه نه، حالا فرض کنید از بعضشون، از بعض تارکین صلات اگر ائمه شفاعت کردن، کار بدی کردن، نه همین. پس عیبی نه، همین تمام وعیدا و تمام وعدها هر دوش اخباره، اما مخالفت وعد قبیحه، مخالفت وعید حسنه، نه فقط قبیح نی. نه نه، ظاهر لا تنال این که نمی کنیم. نه، کلمه امید نیست توش. لا تنال یعنی لا تصل، یعنی نمی رسد شفاعت ما به کسی که شفاعت ما. یعنی چی دیگه؟ همون شفاعت. علا کنه مسئله ظهور، ظاهرش چی؟ وصلى الله على محمد وآله.